با سکوت که چیزی حل نمیشه. یه چیزی بگو، ولی همین الان بگو. با این کارات نمیتونی سر منو کلا بذاری نالان. پدرت کم بود، تو هم اضافه شدی. فکر کردی موهامو تو آسیاب سفید کردم؟ هرچی گفتن گفتیم چشم. اومدن خواستگاری، حلقه آوردن. حالا یه دفعه نظر خانم عوض شده و حلقه رو بهشون پس داده. اگه فکر کردی میذاره به این آسونی با آبروی من بازی کنی، کور خوندی نالان. شنیدی چی گفتم؟ یه بار رفتی پیششون بهشون گفتی که ناراحتی، گفتن اشتباه برداشت کردین، تو اخبار دروغ نوشتن، ما هم باور کردیم و بخشیدیمشون، یه فرصت دیگه بهشون دادیم. پس یه دفعه چی شد که این کارو کردین الان؟ فریده بسته دیگه، دست از سرش وردار، فردا در موردش حرف میزنیم، باشه؟ ازت پرسیدم چی شده، کسی کاری کرده؟ نالان به خدا اگه چیزی نگی میکشم اتا. هیچی نشد مامان جون. وای خدای من، خودت به هم صبر بده خدایا. پس چی شده؟ چرا آبرومونو بردی ها؟ چرا فرار کردی؟ مگه قسم نخوردی که آبروی ما رو نمیبری؟ حرف بزن. به این فکر کردی که الان پشت سرت چه حرفایی میزنن ها؟ خب خوشم نیومد. یعنی چی خوشت نیومد؟ از چی خوشت نیومد؟ نمیتونم توضیح بدم، ولی حس بدی داشتم. ناراحت نشین مامان، من نمیتونم با صدات ازدواج کنم. یعنی نمیخوام باهاش ازدواج کنم. این حرف آخرمه. وای خدای من. دخترم، میخوای مادرت بمیره تو از شرش خلاص بشی ها؟ بگو ببینم، میخوای منو به کشتن بدی؟ بگو دیگه، جواب بده. مامان خدا نکنه، این چه حرفیه؟ پس دردت چیه؟ عکس تو و صدا تو تمام مجله ها چاپ شده، تمام کشور میدونن قراره ازدواج کنی. ببخشید نالان خانوما، اما دیگه راه برگشتی وجود نداره، تو باش ازدواج میکنی، فهمیدی؟ بس فریده، اگه نشینی گفت ازش خوشش نمیاد، بسه. زود باش دخترم، برو بخواب دیگه، اصلا فکرشم نکن، راحت برو بخواب، صبح در موردش حرف بزن. فریده، اینو با اتفاقاتی که افتاد مقایسه نکن، تو رو خدا. مگه فرق دارن عادل؟ تمام این مملکت میدونن که قرار عروسی کروغلوها بشن. آبرومون دوباره میره عادل. دوباره همه به همون تهمت میزنن. دوباره باید جلوی همه سرمون رو پایین بندازیم. فریده، این تصمیم با نالانه، اون بی تجربه است، انگار مثل این نوزاد برای اولین بار داره دنیا رو میبینه. نکندی؟ همه چیز واسش غریب است، رفتار همه آدم ها رو درک نمیکنه، چون زندگی رو تجربه نکرده هنوز. این رفتارش خیلی طبیعیه. تو هم تو رو خدا یکم درکش کن، یکم بهش زمان بده. ما وقت نداریم عادل خان. وقتی من گفتم عجله نکن، تو به حرف من گوش کردی ها؟ تو نگفتی فریده هر دختر جوانی بالاخره باید یه روز ازدواج کنه، اونم باید ازدواج کنه و بره خونه شوهرش. بالاخره این بار از دوشت برداشته میشه. به صدای زندگی گوش کن، اینو درک کن، اونو درک کن فریده. پس این حرفایی که بهم زدی همش دروغ بود ها؟ من هیچ وقت نگفتم که نالانو باید برخلاف میلش مجبور کنیم به ازدواج. من میخوام خوشحال باشه فریده. آفرین عادل جون، مطمئنم امشب خوشحال سرشو به بالشت میزنه.
میدونم به خاطر کارای این دختر سر از جهنم در میارم. مطمئنم.